سلام آقای یوسف. علیکم سلام. پس بالاخره شناختی ما رو. شرمندم به خدا. ولی کاری که ما کردیم تو گذر و خیابون این هاشا کردنا رو هم میخواد دیگه. دیگه کی باید نجات بدم؟ هیچ کی. لو رفتم. میگم لو رفتم. نه پیش آدم نامطمئن، آدم فروش. لو رفتن، لو رفتن دیگه. اونم تو این دور و زمونه که آدم مطمئنش با سن نار میشه آدم فروش. خیال تخت باشه. تو دهن باز کردی؟ تو دهن باز کردی؟ پای جونم بود، نتونستم هاشا کنم. ابراهیم خانم فهمیده؟ نه الحمدلله. میگم که خطری نیست. عجب بود که من نمیومدم سراغتونم اینجوری. خودش میومد با کلیم بگیر و ببند. باید فلنگو ببنده. نه ولی یه نفر میخواد امشب ببیندت. که قایمکی سرام بکنه زیر آب؟ نه به خدا، راستش نمیدونم برای چی، ولی میدونم که بعید نیست پای یه دستخوش حسابی هم وسط باشه. نیشه تو ببند. دستخوش چیه؟ خوابی یا بیدار؟ کی میخواد منو ببینه؟ خیمش میکنه. یوسف نگفتم نرو تو. منم آقا یوسف خفم کردی فلم جونه بر توی معلومه که خفت میکنم. بابا خانوم کرد داره. خانوم دیده کیه؟ تو ببینی؟ تیکش گرفتم واسه دخترشون. میکشمت. منو بر چی آوردی اینجا؟ خفم کردی. آروم باش آقا یوسف. به خاطر دلرحمی این آقا صابر ما شما شدی ناجی توبا. البته به شما گفته اسمش ناصره. دیشب خیلی اتفاقی پشت پنجره بودم. باز بودن در برام جای تعجب داشت. خیلی راحت اومدین و رفتین. سرکار خانم، من نمیدونم چه سیاستی پشت این لاپوشونی شماست، ولی اینقدی عقلم قد میده که اینه یه گربه‌ای که یه موشو تو سکنج دیوار گیر کشیده باشه میخواین اینجا منو بچزونید. حتما یه منظوری از این به قول شما لاپوشونی وجود داره. که این منظور چی باشه؟ ابراهیم خان ناپدریمه. میدونستم. پس طبیعیه که دلم نمیخواست جلوی من با یه دختر 16 ساله ازدواج کنه. کاری هم نمیتونستم بکنم. ولی وقتی شما تو بار از اون خونه بردین؟ نبردم، نجاتش دادم. خب نجاتش دادین. منم زیاد بدم نیمد. راستش خیلیم خوشحال شدم. ولی فقط باید خیلی مراقب باشین. ابراهیم خان آشنای صاحب منصب تو تامینات زیاد داره. چند تا لاتلوت خیابون گردن جیر خورشم. مثل این مردک جلال سردابی. توبا نباید آفتابی شه. اون بد جوری پیش میگرده. این پسر صابره، ناصره، اون چی؟ اونم خبر داره. اون خونه زاد ماست. وقتی خبرش کردم هنوز چیزی ازش نپرسیده بودم خودشو لو داد. البته فقط از من حساب میبره. همین؟ البته من مطمئنم که شما به فکر توبام هستی. دوست نداری که به اون آسیبی برسه. عجب، پس این بود گرو کشی. خوب کار خودتونو بلدی. مطمئن باش که یه کار خیره. ولی قبل از این که بگم این کار خیر چیه، باید بری و یه جایی رو ببینی. کجا باید برم؟ چی رو باید ببینم؟ باید بری ببینی تا حرفان باورت چه. این آدرسشه، خارج از شهر. مراقب باش کسی تو رو نبینه.
هم نگفت اون تو باز دنبال چی بگردیم؟ نه گفت برین اون تو، خودتون میفهمید. میگم پا نذاریم اون تو، این همه شقه است. تو رفتنش با خودمونه ولی بیرون اومدنمون با خداستا. اینا یه جای کارو گند بالا آوردن، دنبال دوتا خر میگردن بندازن. رو خودت حساب کن. خیلی خوب بابا، دنبال یه خر میگردن بندازن گردن اون. نریم اون تو، خطریه. من پا نمیذارم اون تو، من خودم آخر سیاستم. همون شد جی. آره بری. یوسف صبر کن. بفرما. حالا ما که وا کردیم ولی پا نذاریم تو. میگم هیبل نداشت. حالا که اومدیم تو بریم ببینیم چی هست. قطعی نون، این همه آرد و گندم اینجا چیکار میکنه؟ مال کیه؟ اون آردا مال ابراهیم خانم. از کجا آورده؟ گندماش از کشاورزا خریده. قبل از سنبله زدن محصول میره سراغشون و از بی پولیشون سوء استفاده میکنه، اونا رو به مفت میخره. اون وقت توی آسیابی خارج از شهر اونا رو آرد میکنه. بعدم تو اون انباری که دیدی و چند تا انبار دیگه احتکارشون میکنه. کاش اونا رو میرسون به دست مردم گرسنه. به کی میفروشه؟ این روزا کی برای آرد گندم خوب پول میده؟ انگلیسا؟ من نمیفهمم. این خارجی ها که میگن مملکتشون وفور و نعمته، پس چرا چشمشون به رزق و روزی این مردم بدبخته؟ این گندم و جو رو میفرستن برای ارتش شوروی که داره با آلمانا میجنگه. برای رسوندن آذوقه و مهمات هیچ راهی بهتر از ایران وجود نداره. اصلا قوای ارتش متفق برای این اومدن ایران تا خیالشون بابت این راه که از شوروی تا خلیج فارس راحت باشه. شاه عوض کردنشون هم برای این بود که بگن ما هنوز آقا بال سریم. این انگلیس ها هیچ راه دیگه ای ندارن؟ نه، مرزای شوروی با اروپا دقیقا همون جبهه جنگ با آلمان هست. پس این ابراهیم خان هم انگلیسی آزاد دارم. آقا یوسف، ثروت ابراهیم خان تو این چند هفته دو برابر شده. اصلا هم براش مهم نیست که این مردم گرسنه چی میکشن، فقط به فکر پر کردن جیب خودشه. البته معاملای دیگه هم با انگلیسا داره، ولی بیشترین منفعتش از فروش آرد و گندمه. لوش میدم، انبارشو لو میدم، دولت هم ضبطش میکنه، میده به مردم، میده به نونوایی ها دیگه. مطمئنی؟ از کجا معلوم که دست بعضی از این صاحب منصبای دولتی تو کار نباشه؟ آقا یوسف، پای انگلیسی ها وسطه. پس این ابراهیم خان شما هم کم نامرد نیست. من هیچ دل خوشی ازش ندارم. با این اوصافی که شما گفتین دیگه کاری نمیشه کرد. بی خودی گفتین به این انبارا سرک بکشین. چرا میشه؟ میشه یه کاری کرد. سلام. سلام سیبا نکنید.
انتظار داری جار بزنم ایانوس آردایی رو که من احتکار کردم ازم دزدیدن؟ بله نه خیر آقا جون، نمیذارم اینجوری بشه. من سر قولم هستم، درسته؟ در حقیقت ما باید به فکر ادامه کار باشیم. بابت کار ثواب مزاحمت شدم. به ده دوازدهت گونی آرد رسیده دست من که انگار مال خودمه، باید برسه دست محتاجش. گفتم که کی به از شما، دیدم که شب و نصف شب هم رزق و روزی میرسونی دست مردم دست بدهن. حالا اگه صلاح میدونی ما هم بازی. تو این وانفسای قحطی که یه دونه گندم هم حساب کتاب داره، این همه آرد دست شما بی حساب کتاب نیست. اونم حلالش برکت سفره مردمه. آیوسف دست درد نکن آقا فرج، این آرداج آدم دست و پا خیلی رسیده به ما. دلگیر نشو از ما، منظورم به شما نیست، منظورم به اون آدمیه که این همه آردو هبه کرده به شما. ما هم گناه مردم رو نمیشوریم، ولی وظیفه داریم که رزق شبهدار نذاریم تو سفره مردم. شما هم که از بیاردی مغازه رو بستی تعطیلش کردی. گناه مردم گشنه چیه؟ بذار این آردا باشه که غروب که میان برای سفره افطارشون نون بگیرن ناامید نشن. انگار که مالیه بنکدار بازاره که آرد میفروشه به سیلوهای دولتی. اینم از تعمونده بارش خیرات کرده بابت کسری ترازو خودش و سیلو. حالا حلاله؟ بریم اصغر. علی علی. آردا تا یه رب دیگه اینجاست. آجزه. چینه ابراهیم خانه؟ آقا یوسف آبجی تورانت هم توشه. جون عزیزت خرابش نکنی. سلام علیکم. سلام علیکم. کارت دارم. سلام. سلام. کارتون عالی بود آقا یوسف. شما لطف دارین. ابراهیم خان بعد جوری معذب شده، میخواد بقیه آردای احتکار کردشو هرچی زودتر به پول خارجی نزدیک کنه. به نظر شما چیکار باید کرد؟ باید بذاریم رزق و روزی این مردم نصیب خارجی هاشه؟ من باید ثابتم باشه که دیشب چیکار کردم و واسه خاطر کی کردم. این دل ما هم کوچیکه، اول پا به پاش میشی آخر سر زابراش. پس فعلا اینو بگیرین به خاطر قرارمون. نه دیگه نشد. البته شما توران خانومی و صاحب اختیار، یا دلتون رضا میده که خیال منم تخت کنین یا نه، که اگه نه اون موقع من باید خودم خیال خودم رو تخت کنم. باشه حق داری، از اولش هم مطمئن بودم در مورد شما اشتباه نکردم، از حرفتون اصلا ناراحت نشدم، اتفاقا بیشتر امیدوارم کردین. مطمئنم از این بعد میتونم رو شما و کمکتون برای رسیدن به اهدافم فکر کنم. باشه خیالتون راحت میکنم. امشب ابراهیم خان یه قرار داره، شما بیاید منزل ما. البته صورتتون رو بپوشنین جوری که شناسایی نشین. به ربابه میگم پشت در منتظرتون باشه. مطمئنم اون حرفایی که باید بشنوید خواهید شنید.
خب دیگه چی؟ حالا نمیشه یه جورای دیگه ای خیال ما رو جزم و جفت کنین؟ اگه واقعا میخواین کمک کنین بهترین راه حله، ولی اگه دنبال بهانه هستین؟ خیلی خوب، مرد با حرفش، امشب میام. خداحافظ. آقا یوسف این دست خوش نیست، فقط به خاطر همسفره بودنه. یوسف، 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 چه مرگته؟ یواشتر، دورید نشد. چه خبر؟ فعلا هیچی. بی خودی بند کردی یا داشتیم زندگیمونو میکردیم. الان نمیشه کوتا بیای؟ آقا یوسف آره تو برون خورم برای اینجا. سلام، همونجا بایستیم، از جزون تکون نخوریم، مراقب باشین. سری میگم و میرم. گفتم اینجا بیاین تا از نزدیک خودتون بشنوین، تا دیگه اما اگر نیارین. راستش من به کمکتون خیلی احتیاج دارم، به کسی دیگه هم اعتماد ندارم. البته میتونم دارم کار خیلی خطرناکی میکنم، ولی فکر میکنم این بهترین راهه که بتونین حرفم باور کنید. تمام اون چیزایی که باید بدونید خواهید شنید. خب قبول؟ راستیاتش ما امروز که با خودمون فکر کردیم دیدیم صحبی بی خودی با شما اینقدر تند حرف زدیم. آخه دلیلی نداره زبونم لال شما بخواید به ما دروغ بگین. نگران نباشین، فقط کافیه حواستون رو خوب جمع کنین. خواستم خودتون بیاین اینجا تا با گوشای خودتون بشنوین، چون گفتن من که دیگه فایده ای نداره. از کجا معلوم پس فردا دوباره از من سند و مدرک نخواهید؟ اگه قانع شدین و حرفامو باور کردین، این نقشه قبلی، فردا شب میرید انبار ری، انبار سابق پنبه، یکی دیگه از انبارهای ابراهیم خانه. راست ساعت 2:30 شب اونجا باشین، نه دیرتر نه زودتر. البته همه اینا در صورتی که هنوزم دلتون بخواد به من کمک کنید. خب بسم الله. مرسی. ابراهیم خان که اومد ساختمونو دور میزنین، از در پشتی میرسین درست پشت در مهمونخونه، همونجا بشینین، از اونجا میتونین به دقت به حرفامون گوش کنین. از بابت مستخدمین هم خیالتون راحت باشه، کسی اون دورو برای آفتابی نمیشه. موفق باشین. خدایا خودت خاطر به خیرش کن. الهیام. چرا این کارو کردی یوسف؟ چرا این کارو کردی؟ تو چی کار داشتی؟ چی راسته چی دروغ آخه؟ حالا ناقافلم تو بریزن خفتت کنم با کشانه دست از قر گردن شکسته به جایی بند نیست که. ای بابا، حالا جواب عزیز رو چی بدم؟ تعجب میکنم چرا سکوت کردی؟ همیشه تحلیل و نظرات تو در رابطه با اوضاع برام جالب بوده. شما چیزی نپرسیدین؟ دزدیدن اون دخترک، سرقت انبارهای آرد، یک کمی اوضاع روحی منو به هم ریخته. شاید اگه تو این اوضاع احوال یه خود با من همدردی میکردی، یا لااقل به شرایط من فکر میکردی، خیلی بهتر بود. اینطور نیست؟ کسی که انبارا رو خالی کرده هم از فروشش مطمئن بوده و هم از حکومت نظامی ترسی نداشته، حتما آدم قدرتمندی بوده و خوب میدونسته که تو کدوم انبار آرد و گندم هست.
به نظرتون کی همه این اطلاعاتو داره؟ چرا به انگلیسی ها فکر نمی کنی؟ مطمئنم که خودتونم این تردیدو دارین. در این صورت هیچ کاری نمیشه کرد. موافقم. ریسک بزرگیه. حتی نمیشه به روشون آورد. بازنده اون کسیه که روی حمایت و صداقت اونا حساب میکنه. من همیشه انگلیسیالو برگ برنده میدونستم و دوست دارم همیشه طرف برگ برنده باشه. رضا شاه آوارم همیشه طرف برنده ها رو داشت. خیلی عجله دارم، اما باید میدیدمت. برای من خیلی بد شد موفقیت ارتش انگلیس برای حساب کتاب داشتنشه. وقتی میگم 100 تن آرد فراهم میشه، جای پس کشیدن نداره. البته منم خیلی ضرر کردم. من که فکر میکنم کسی بهتر از ما خریدار آرد و گندم شما باشه. البته این درسته، شما خریداران خیلی خوبی هستید. تا حالا ندیده بودم سنگ مردم رو به سینه بزنی. من سنگ مردم به سینه نمیزنم، به آینده خودم فکر میکنم. البته شما هم باید وضعیت من رو درک بکنید. من واقعا متاسفم. من علاوه بر اینکه ضرر پولی دیدم، کلی هم از اعتبارم در مقابل شما خرج شد. فکر میکنم سوال دیگه ای مونده باشه. کار یادم معمولی نیست. البته همینطوره. چی یه همچین جرأتی داشته؟ خودم شکم به وکلایی بود که تو انتخابات بهشون کمک نکردم. نه، کار اونا نیست. اونا محافظه‌کارتر از این حرفان. تو یه تجارت رقیب سرسختی نداری؟ کی میتونه با من رقابت بکنه؟ البته همه اینا به خاطر حمایت‌های بیشمار سفارت انگلیس از شماست. بله، جبران میکنم. مطمئنم. البته هنوز چند تا انبار دارم که پر از محمول است، براتون میفرستم. همکاران من همیشه روی برگ برنده سرمایه گذاری میکنند. خوشبختانه شما هنوز هم اعتبار لازم رو دارید. میمونه اصل معامله. فکر میکنید کی انجام بشه؟ شاید امشب، فردا شب. من همیشه رو حمایت های دوستان حساب کردم. شب بخیر. نکنه یوسف از دست رفته. هرچه باد آباد. کیه؟ جلال سردابی. داش قلومم هست. جلال سردابی اینجا چی کار میکنه؟ سلام علیکم، بفرمایید. نگاه میکنم. نگاه نکن دیگه. گفت نگاه نکن دیگه. ای وای، بیچاره شدی اسخر، بیچاره. یوسفمو کشتن.
سلام آقا. جلال سردابی. خالی برگشتی جلال. آقا به خدا خونه همه اونایی که انفرمودی بودیم شب و نصف شب سر زدیم، ولی خبری از دختر نبود که نبود. جلال من تو بارو میخوام، از زیر سنگم که شده باید پیداش بکنی. حالی چود؟ آقا از کجا؟ تو این شهر بیدر و پیکر یه دختر جای خواهری وجیه سیت و سماغی بی کس و کار، آقا من میشه تو این شهر پیداش کرد؟ میشه بچه ها؟ نه آقا جلال نمیشه. نمیشه آقا. بس تری صورت وای به حالت. شرمنده ما جسارته، ولی آقا به خدا دختر بهتر از این به شما میدن. از یه خونادی سرچیناس چه این دختر داتی؟ اینش دیگه به تو ربطی نداره جلال. من این دختری میخوام مرده یا زندش میاریم این دازی جلپای من. شیرفم شد؟ یا اول فصل خودت به دادم برس. یوسف یعنی چی؟ میگم نریم تو، خطریه. نترس، شاید کارسازی خود توران خانمه که راحت تر بتونیم بریم تو. برو تو. اول تو برو. برو تو. کشتنش یوسف، کشتنش، جون تو کشتنش. آبجی تورانت آدم فرستاده ما رو راحت کنه، اینو راحتش کردن. یوسف بیا بریم، خونش میافته گردن ما. نترس، زنده است. زنده؟ سربادش هم به نگهبانا نمیخوره. آره خیلی شیکه. پس نگهبانای اینجا کجان؟ یوسف بریم، خطریه. برو به عملا بگو بیان تو. آخه یعنی که به بارا دیگه بجو تد باشی، سر و صدا فقط نکنی. بیان اون رو بیان. آفرین آقا مراد، خسته نباشی، جلد باشه. بجون بجون بیان. بودو بجون دیگه، داره تموم میشه، خوف نکن. شو. به هوشه، فقط نا نداره. بعد جوری زدن ناکارش کردن، پس نیفته یه وقت. نه میزونه. یوسف پس تو به هوش نیومده ما رو ندیده دریم. دیگه داره تموم میشه، بریم. برو بریم. بچم این بچم آفره اصلا نباشی، بجو یالا زودتر بیا، بجو. این ولی ها هر منه، اون ولی ها منه توه. اصلا دیگه هرچی رو خود برشی بارو دیگه. اصلا دیگه ای بابا چه خبرتونه بچه ها؟ چرا دعوا میکنید؟ ای بی نداره، برید خونه هاتون یه ساعت دیگه بیاد نون تازه ببرید. دعوا نکنید. آفرین. خب دارید. سلام. علیکم سلام. مخلص آقا فرجم هستی. چیه باز پخ نداری تعطیلش کردی که؟ ولی خیالی نی، تنور تو روشن کن.
آره همون آدم دست و پا خیلی کمی دیگه آرد داده واسه پخت. مهم که بچه همین محلی چراقی هم که به خونه رباس به مسجد حرومه، گفتیم بسپاریمش دست تو. تا دیگه غصت نباشه، مردم زارو گوش نمیان پشت در دکون. یوسف محض خاطر دل ما بگو صاحب این آرده کیه. به خدا این روز آرده بی حساب جایی نیست. سخت نگیر، صاحبش اهل ریا نیست. بذار بگم دردم چیه. ببین اینجا نوشتن دیشب یه انبار آرد با کیف پول از انبار پنبه سابق خیابون ری سرقت شده. دست درست آقا فرج، ربطش چی بود؟ دور از جون شما، بعضی ها کج میرن بعد سن ناسش های خیرات میکنن که یعنی صاف کنن. آدمی که ما میشناسیم کج نمیره. حالا بگو اینم قضیه این آرد و پول چیه؟ یه انبار آرد سرقت شده، یه کیف پر از پولم دزدیدن، صاحب کیفم ناکار کرد. خیلی خوب، نمیخوای نخوا، ما میریم به یارو میگیم تا وقتی جد و آباد صاحب این آرد ما نگفته کیه دیگه آرد خیراتی بارمون نکنه. علی علی آفقا بریم. یوسف اجالتن. یوسف یوسف دلگیر نشو یوسف، نون مردمه نمیشه سخت نگره. هم نمی‌کردیم ابراهیم خان این خبر رو تو روزنامه بده. نباید این کارو می‌کرد. اصلاً به نفعش نیست. ابراهیم خان با این کارش به همه ثابت می‌کنه که انبارای آرد و گندم شایعه نیست. وقتی تو روزنامه اسم از اون همه پول میاره، در واقع دست خودش رو کرده. نه تو. ما اشتباه نکردیم. اون نباید تو روزنامه اعلام می‌کرد. ولی حالا که این کارو کرده، چرا؟ کافیه خودمون رو جای اون بذاریم. با این کار اولا جلوی رفقای سفارت نشون میده که سرقت کار خودش نبوده. البته اونا میتونن فکر کنن که این فقط یه دیپلماسی انکاره. همین ثانیا میتونیم اینطوری هم فکر کنیم که احتمال داده سرقت کار آشناهای خودش باشه. طبیعتا با درج این خبر تو روزنامه اون آشناها به تکاپو میفتن و ممکنه واکنشی بکنن که حواس ابراهیم خان رو جمع کنه. فرموله چوب و بردار تا گربه دزد فرار کنه فوق العاده است. خیلی فکر خوب فهمیده که با فاش شدن خبر سرقت سارقین میدونی لازم رو برای بازی از دست میده. یوسف یوسف چی؟ اگه اون از قضیه بویی ببره چی کار باید کرد؟ فراموشش کن. نبینم مرز متفکر من ناراحت باشه. دخشت عالی بود. حالا دیگه برای وکیل شدن سخت بتونه روی سفارت فخیمه حساب کنه. آره ولی بازی از این به بعد سخت‌تر شده. دست درد نکنه. چایمون میکنی مادر؟ هوای پاییز دزده. اگه میرفتی مطبخ میخوابیدی هم خیال من راحت بود هم خودت بهتر میخوابیدی. سردم نیست. چته؟ چی رو پنهون میکنی؟ دلتو سبک کن مادر. چیزیم نیست، از صبح ناکوکم، گمونم از دنده چپ بلند شد. یوسف یوسف عزیز تو رو خدا برو بگی بخواب.
نمیخوای بگی؟ گفتم که چیزیم نیست، تو فکر کار و کسب و زندگی هم همین. جون یوسفت برو بگی بخوا. پس این بچه که یاد بخون سرگذارم بر زمین. ای زمین نازم، کس نیاد بالا سر پیرزم.